گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر یار شود لنگ خدا با ما هست. دل را به حریم عشق بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست. دوستان علی سلام، ایشالله هر جای ایران زمین هستید حال دلتون خوب باشه. شروع میکنیم مبحث زیبای بهینه‌سازی رو. تیپ تست شماره 1 و مدل شماره 1ش رو میخوایم برای شما ارائه بدیم، تا آخرش با ما همراه باشید. بهینه‌سازی قسمت آخر فصل 5، یعنی کاربرد مشتق، مطلبی هست به نام بهینه‌سازی. ببینید فارسی بهینه‌سازی یعنی چی؟ شما بارها و بارها شنیدید بهینه مصرف سوخت، بهینه مصرف انرژی و الی آخر. ببینید تو کلمه بهینه دو تا مفهوم کاربرد مشتقی نهفته است: کمترین و بیشترین. کمترین و بیشترینش از نوع مطلق. مثلا میگن آقا این ماشین مصرفش بهینه است. یعنی چی؟ یعنی آقا این کمترین بنزین رو بهش بزن، بیشترین راهو باهاش برو. یعنی یه مینیمومی بهش وارد کن، یه خروجی ماکسیمومی ازش بگیر. پس هنگامی که کلمه اکسترموم های مطلقو بخوایم از دیدگاه مهندسی بررسیش کنیم، دنبال یک واژه فارسی خوشگلی میگردیم به نام بهینه‌سازی. پس این میشه مفهوم ساده بهینه‌سازی. بهینه‌سازی هایی که ما میخونیم، یعنی توی امسال تو گروه تجربی و همچنین گروه ریاضی میخونیم، صحبت از نمیدونم بیشترین مساحت، بیشترین محیط، بیشترین حجم، کمترین فاصله، کمترین مسیر و از این تیپ سوال ها میشه. شکل‌های هندسی: مربع، مستطیل، مثلث، متوازی الاضلاع، مخروط، استوانه، اینا رو مطرح میکنن که ما قراره تو اینها یک بهینه رو ایجاد کنیم. ببینید شما یک کاغذی رو هم در نظر بگیرید که بخواید اینو ببرید تبعیش رو یک جعبه بکنید، بالاخره اینو هزینه برده. یک قوطی فلزی که شما در نظر میگیرید، بالاخره این ورق آهن هزینه برده بابتش. هر چقدر این پرتی شما کمتر بشه و هزینه ساخت شما کمتر بشه، برای اون کارفرما، برای اون مهندس، برای اون شرکت بیشترین سود رو ایجاد میکنه. پس ما باید اینجا یک نگاه مهندسی داشته باشیم، چه دانش آموز رشته ریاضی باشی، چه تجربی باشی. تا آخر فصل 5 کتاب ما یکی است. خیلی از بچه‌ای که کلیپ های من نگاه میکنه رشته ریاضی هستن. آقا تا آخر بهینه‌سازی کتاب کلا یکی. از اینجا به بعد بچه های رشته ریاضی یک کوچولو کتابشون عوض میشه. منم بعد از مبحث بهینه‌سازی شروع میکنم دوره 10 و 11، مباحثی مثل لگاریتم، مثل دنباله اینا رو شروع میکنم که انشاءالله نگرانی برای کنکور نمونه. اینا که تموم شد انشاءالله دوباره برمیگردیم به مقطع 12. من اگر بخوام در مورد بهینه‌سازی صحبت کنم، بدونید بچه ها یک اشاره‌ای باید بشه به معادله درجه دوم. اواسط کار به معادله درجه دوم میخوریم. من ابتداعا یک یاداوری بهونه شد برای یاداوری معادله درجه دوم، چون تو بهینه‌سازی به معادله درجه دوم برخورد میکنیم. یک یاداوری کنیم بچه. معادله درجه دوم چی بود؟ ایگرگ مساوی است با آیکس دو به علاوه به ایکس به علاوه سه. این معادله درجه دوم من هستش که میدونید آ، حالا اگه ما برای رسم در نظر بگیریم، آ و بی و سی نقاط اساسی ما هست. آ جهت دست های من رو نشون میده. اگر بچه مثبت باشه میدونید که آ هیچ وقت صفر نمیشه. اگر بچه مثبت باشه دستای من رو به بالا هست، بچه مثبت داره دعا میکنه دستش رو به بالا، بچه منفی دستاش توی جیبش و به این سمت است. شما میدونید همین الان این تابع یه دونه نقطه مینیمم داره، این تابع یک نقطه ماکسیمم داره. پس من اگر به یک تابع درجه دوم رسیدم و قرار بود توش بیشترین و ماکسیمم بررسی کنم، بچه منفی حواستون باشه. بچه این نقطه مهمی هست به نام نقطه رأس سهمی، با اس نشونش میدن، یا نقطه رأس بگید سهمی. آشناییت دارید نقطه رأس سهمی؟ نقطه هست که یه دونه ایکس داره یه دونه ایگرگ داره. نقطه هست که بالاخره نقاط ایکس و ایگرگ دارن. ایکسش میشه منفی بی به روی دو آ و ایگرگش میشه منفی دلتا به روی 4 آ. یا بعضی از همکاره عزیز من اف ایکس رو حساب میکنن اینجا. اینو برمین دارم میدازن تو تابه اف ایکسش حساب میشه. آقا این منفی بی به روی دو از کجا میاد؟ دوباره یک یادآوری. بچه ها نگاه کنید.
اینجا نقطه بحرانی مشتق صفره. شما از تابع درجه دوم مشتق بگیرید میشه دو ایکس به علاوه بر مساوی صفر قرار بدی، ایکس شما در میاد منفی بی به روی دو، یعنی همان نقطه بحرانی که مشتق توشیه صفر هست. خب بچه نگاه کنید، اینجا یک کلمه ای داریم به نام بی. خوب دقت کنید، اینها شش، این بی. من برای اینکه این بی رو به دست بیارم تو روش سنتی میام سراغ ایکس نقطه رأس سهمی، میشه منفی بی به روی دو. حالا ما با مثال هایی که الان حل میکنیم یادآوری میکنیم مطلب رو براتون. پس این بیا رو هر کی میخواد میاد سراغ نقطه x رأس سهمی. و سی چیه؟ بچه سی عدد تنهای دیگه. شما اگر بیاین x تون رو صفر بذارید سی به دست میاد. سی همیشه جاش روی محور y ها هست. همه میدونن روی محور y ها x ما صفره. پس این اما عدد تنهای ما یا مقدار ما در میاد. خب اگر من چند تا شکل در نظر بگیرم برای شما دوستان عزیز، محور x، محور x و x و x، اینم محور y، داریم درس رو یادآوری میکنیم به بهانه بهینه سازی. شما فکر کنید این یک تابع درجه دوم شما، اینجا یک تابع دیگه درجه دوم شما، اینجا یک تابع درجه دوم و اینجا هم یک تابع درجه دوم شما. خب آقای امین، تو اینا چه مطلبی رو میخوای برامو دوره کنی؟ اولا که رسم درجه دوم، ریشه ها، رفتار A و B و C و در نهایت به اون نقطه اکسترمومی که ما دنبالش هستیم میخوایم برسیم. خب بچه این دستش رو به بالا، پس آی من میشه مثبت، این دستش رو به پایین بالا هست، آی من مثبت، دست رو به پایین، آی من منفی و آی من منفی. محل برخورد با محور ایگرگ ها رو زوم کنید روش. محل برخورد با محور ایگرگ ها یه نقطه، دو نقطه، سه نقطه و چهار نقطه. بچه اینجا سی شما هست، سی شما تو مثبت ها هست، اینجا سی شما توی مثبت ها هست، اینجا سی شما توی منفی ها هست و اینجا سی شما هم توی منفی ها هستش. اینجا نقطه هستش که شما دنبالش میگردید به عنوان اکسترمام، نقطه بحرانی مشتق صفر. اینجا بچه مینیمم داره، مینیمم داره، ماکسیمم داره و ماکسیمم داره. اینجا همان نقطه رأس سهمی شما هم هست. روش سنتی شما مجبوری x رأس سهمی رو داشته باشی، با A و B و علامتش B رو به دست بیاری. اما یه روش صنعتی هم داریم، سنتی و صنعتی، اهل دلاش میفهمن چی میگم. بچه نکنید از چپ به راست به این نقطه نزدیک بشید، یعنی به C، شما سرپایینی دارید حرکت میکنید. پس میفهمید اینجا بی شما چی میشه بچه ها؟ منفی. از چپ به راست به این نقطه بنفش رنگ دارید سربالایی نزدیک میشی، پس اینجا بچه بی شما میشه مثبت. از چپ به راست به این نقطه زرد رنگ سربالایی نزدیک میشی، پس بی شما مثبت و اینجا سرپایینی، بی شما منفی. اگر نخوای به روش صنعتی بری، به روش سنتی بری، نگاه کن. ببین عزیز من، این نقطه رأس سهمی تو بود، ایکسش بود منفی بی به روی دو. خب میبینی دیگه ایکسش تو مثبته، پس حاصل این کسب باید مثبت بشه. میدونی که بچه مثبته، یعنی دستاش به سمت بالا، اینم مثبت. خب ضرب علامت رو مثبت در منفی، تا اینجا شد منفی، پس بی تو هم باید منفی باشه که حاصلش بشه مثبت. نگاه کن، بی شما منفی. اینم روش قدیمی ما که استفاده نمی کنیم زیاد، همون روش سنتی بمون برای حالا امتحانات نهایی و تشریحی، بیشتر روش تستی رو میره. خب اینا رو که تا اینجا گفتیم، ببینید یادآوری شد معادله درجه دوم ما. تو بعضی از تست های بهینه سازی ما به یک عبارت درجه دومی میرسیم، حالا معمولا دو متغیره، که از ما این ماکسیمومه رو میخواد، بیشترینه رو میخواد، کمترینه رو میخواد. به بهانه همون عبارت درجه دوم این مطالب برای شما عزیزان چی شد؟ دوره شد معادله درجه دوم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم بچه نها کنید، معادله درجه دوم محل برخوردش با محور ایکس ها ریشه های شماه. اینجا دو ریشه داره، دلتای شما بزرگتر از صفر. اینجا یک ریشه داره، دلتای شما مساوی صفر، که یک اسم جالبی داره، میگن اینجا چی شده بچه ها؟ مماس شده، یا اصطلاح ریشه چی درست کرده؟ ریشه مضاعف درست کرده. مماس ریشه مضاعف. اینجا دو ریشه داره،
دلتای شما بزرگتر از صفر، اینجا هیچ ریشه‌ای وجود نداره، به محور ایکس ها برخورد نمی کنه. نکته دیگه ای که باز آدم باید بگه، آدم دلش نمیاد نگه، اگر شما دو تا ریشه رو داشته باشید، مثلا ریشه اولی و ریشه دومی، نقطه رأس سهمی رو خواستید ایکسش رو، لازم نیست برید این فرمول منفی بی بی روی دو استفاده کنید، این دو تا رو جمع کنید تقسیم بر دو کنید، میانگین اینه. باز یه نکته دیگه که در مورد معادله درجه دوم و رسمش ممکنه مطرح بشه، محور تقارنه. بچه نگاه کنید، این شکل ها متقارنه، از این نقطه رد میشه، خودتون دارید میبینید، از نقطه رأس سهمی داره رد میشه و از ایکسش داره رد میشه، پس اینو میتونیم به عنوان محور تقارن هم در نظر بگیریم. برای دیگه تاکید میکنم بهینه‌سازی مبحث مهندسی هست که اکسترمام مطلق و مطرح میکنه، در دل خودش ماکسیموم و مینیموم رو داره و به بهانه شروع بهینه‌سازی دوره کردیم معادله درجه دوم. حالا خود به خود بچه ها دیگه آماده شدن برای مفهوم بهینه‌سازی. حل مثال های بهینه‌سازی سه مرحله داره. مراحلش چیه؟ نگاه کنید. روال حل یک مسئله در بهینه‌سازی، سه تا کار انجام میده. قدم اول شکل بسش میکشیم، بعد متغیراشو نامگذاری میکنیم، بعدش میایم اون معادله رو به صورت اون اکسترمومی که خواسته، ماکسیموم و مینیمومی که خواسته در میاریم، البته به صورت تک متغیره، در نهایت مشتق میگیریم و اکسترموم های مطلقشو به دست میاریم. بیشتر مسائلی که مطرح میشه رو بچه خوب گوش کنید، وقتی شما دارید مشتق میگیرید ابتدا انتها رو بیخیال بشید، دنبال اون نقاط میانیش بگردید، این یه نکته رو داشته باشید و بقیهش هم باید با مثال متوجه بشید. اینطوری نیستش که مثل ادبیات من یک متن رو بنویسم شما متوجه بشید. فهم ریاضی با حل مثال جا میفته. بریم مثال یک. مثال شماره یک، مثال مهمی که شما باید از این مثال روش حل تست های بهینه‌سازی رو یاد بگیرید. گفته اگه قطر یک مستطیل دو باشد، خب یه مستطیل قطرش دو، چی خواسته؟ گفته ماکسیموم محیط آن را به دست بیاورید. آقا ببین، من سوال مشخصه، دقیقاً چی را میخواد مشخصه. ماکسیموم محیط، بچه اصلا مستطیل محیطش یا حالا پیش یا محیطش میشه دور تا دورش دیگه. خب اگه اینجا x باشه، اینجا y باشه، اینجا x، اینجا هم y دیگه، پس میشه دو تا x به علاوه y، دو تا x داره دو تا y، دوش هم فاکتور بگیم میشه دو تا x به علاوه y. اوکی، خب همین الان چند تا متغیر داره؟ دو تا. کلن شما باید تو این سیستم تک متغیره باشید، باید تمام سعیتون رو بکنید، تمام از داده ها و اطلاعات مسئله استفاده کنید، این بشه تک متغیر. توی مسائل بهینه‌سازی مخصوصا توی مربع و مستطیل اینا، فیثاغورس حرف اول و آخر رو میزنه. نگاه کنید اینجا که این نمط رو دارید، x y یه دونه هم وتر، پس میایین دست به دامن فیثاغورس میشین، x 2 به علاوه y 2 مساوی وتر به توان 2/4. بچه نگاه کنید، اینجا یا بر حسب x بنویسی یا بر حسب y. خب ما معمولا با x راحت تریم، y 2 این ور بماند، این میشه منها x 2 به علاوه 4. پس یادتون باشه من از خواسته مسئله شروع کردم، میخوام خواسته مسئلم تک متغیره بشه، اینجا مجبورم جذر بگیرم، پس y من مساوی میشه با جذر این مثبت منفی، من مثبتشو در نظر میگیرم، منها x 2 به علاوه 4، اینو ور میدارم میام میذارم چی؟ جای محیطش. پس محیط من، محیط جدید من، دو تا ستاره میذارم جراش. چرا ستاره میذارم؟ چون از دو متغیر شد یک متغیر، پس پی من شد دو تا x به علاوه رادیکال منهای x 2 به علاوه 4. فکر کن یه تابعی داری، از اینجا باید اینطوری فکر کن، فکر کن یه تابعی داری، قرار از این تابعت اکسترموم مطلق بگیری. خب من تو کلیپ قبلی مگه اکسترموم مطلق درس ندادم؟ مشتق مساوی صفر نقاط بحرانی ابتدا و انتها جدول. تو بهینه سازی ما ابتدا و انتها هم کاری نداریم، فقط همون نقاط میانی رو کار داریم و اون مقدارش رو باید خارج کنیم. بچه ناکنی این تابع بعد مشتق بگیرم، خب مشخصا تابع من
پی هست دارم نسبت به ایکس مشتق میگیرم، مشتقش رو میخوام مساویه صفر قرار بدم. دو و ضریب کلن تو مشتق تأثیر نداره، فقط بیا تو این بسته. مشتق ایکس که همتون بلدید میشه یک به علاوه رادیکال فور جی دو که میشه دوتا رادیکال هر چی میبینی چی میبینی منها ایکس دوی به علاوه چهار و مشتق این عبارت میشه منهای دو ایکس برو بالا. قراره اینو مساوی صفر قرار بدید. خب چه بهتره که مخرج مشترک بگیرید دیگه. اما قبل از اینکه مخرج مشترک بگیرید اینو میتونید با این چیکار کنید بزنید و بعدا مساوی صفر قرار بدید. خب بچه‌ها اگه اینو مخرج مشترک بگیرید و مساوی صفر قرار بدید به چی میرسید؟ میگی خب آقای امینی این که رادیکال منهای ایکس دو به علاوه 4 هم سر جاشه، این در این ضرب میشه، این یکی هم تو این ضرب میشه، میشه رادیکال. یاد میگیرید بچه اوایلش یه مقداری باید مثال حل کنید دستتون میاد. به علاوه 4 اینجا هم که منهای x قرار مساوی صفر قرار بدم، صورتش رو مساوی صفر قرار میدم. اگه مساوی صفر قرار بدم صورتش رو به چی میرسیم؟ به رادیکال منهای x دو به علاوه 4 مساوی x میرون بر مثبت میشه به توان 2 برسون. اگه اینو به توان 2 برسونی این میپره، توان دو هم رسوندی، این هم میشه توان دو. اینو بیاره کنار این، دو ایکس دوی شما میشه 4 و ایکس دوی شما میشه 2 و در نهایت ایکس شما میشه رادیکال 2. مثبت منفی که میدونیم ما مثبتش رو در نظر میگیم چون طول عرض که منفی نمیخواد بشه، ایکس شما شد رادیکال 2. بس یه بار دیگه چیکار کردیم؟ مرحله اول اومدم یه شکل کشیدم براش، مرحله دوم ببینم سوال از من چی میخواد. سوال معمولا دو متغیر است. مرحله سوم با توجه به داده های مسئله که معمولا توی مربع و مستطیل و اینا فیثاغورس حکومت میکنه، این داستان برای من نوشته میشه. معادله جدید رو با دو ستاره مشخص کردم، یعنی محیط جدید رو بعدن ازش مشتق گرفتم. چون فکر کنید یک تابه است دیگه، میخواین اکسترما مطلق به دست بیارید، مشتق میگیرید، نقاط بحرانیشو میکشید بیرون، اپتنتا رو دیگه بی خیال چی. خب الان شما رسیدید به نقطه بحرانی رادیکال، یعنی قراره تو این رادیکال دو یک اتفاقی بیفته. این نقطه رادیکال دو نقطه ای هست که تابه من قراره به اکسترمومش نزدیک بشه. حالا اینجا چی بوده؟ ماکسیمم محیط. من میرم تو محیطم، تو اون ستاره داره، دقت تو اون عبارت ستاره داره که داشتم، تو اینجا قرار بیام به جای ایکسش بذارم رادیکال دو تا محیط ماکسیمم به وجود بیام میشه دوتا، به جای ایکسش میذارم رادیکال دو. نگاه کنید بچه، به جای ایکسش دارم میذارم چه؟ رادیکال دو. رادیکال دو به علاوه رادیکال دو به توان دو میشه دو، یه منفی باشش منفی دو، به علاوه چهار باز هم میشه رادیکال دو. رادیکال دو رادیکال دو میشه دو رادیکال دو، یه دو هم پشتش، جواب چهار رادیکال دو. انشالله که روال حل کردن اینا رو یاد گرفته باشید. شروع یک مثال قشنگی بود، ساده هم بود که شما عزیزان مطلب براتون جا بیفته. بریم مثال بعدی. سوال دو، سراسری خارج 91 رشته ریاضی. گفته بیشترین مساحت از زمینی که میتوان توسط یک طناب به طول 88 متر به شکل مستطیلی که یک طرف آن رودخانه است محصور شده است چند متر مربع است؟ آقا سری شکلشو میکشیم، یا رودخونه یا زمینی که حالا ما متغیرها x و y نامگذاری کردیم. خب بچه نگاه کنید، خیلی تابلوه که صحبت در مورد بهینه‌سازی. بدون فوت وقت میریم از روش شماره یک حلش میکنم. چرا میگم روش شماره یک؟ چون یه روش دیگه میخوام آخرش بهتون بگم. ببینید بیشترین مساحت، من از اون جایی سوالو شروع میکنم که طراح از من خواسته. آقا مساحت یک مستطیل، مساحت یک مستطیل میشه طول ضرب در عرض. ماکسیمم مینیممش هم مهم نیست. اینجا دو تا متغیر از من داده، یعنی x و y به درد من نمیخوره. یه چیزی باید به من کمک کنه این دوتا متغیر بشه یک متغیر. چی؟ طول تناب. بچه نگاه کنید، طول تنابی که به من داده، طول تنابی که به من داده اینه دیگه،
یعنی دو تا x به علاوه y رو به من داده 88. بلافاصله من اینجا بر حسب y تابع رو می‌نویسم، y من میشه منهای 2x به علاوه 88. همتون میدونید s جدید یا s ستاره مساحت جدید بر حسب یک متغیر x ضرب در منهای 2x به علاوه 88 خواهد شد که اگر ضربش کنی به یک معادله درجه دوم میرسی، منهای 2x دو به علاوه 88x. اول جلسه اومدم معادله درجه دوم برات یادآوری کردم، برای این روز بود دیگه. حالا دانش آموز میگه آقا من اصلا یادم نیست، میگم فدای سرت، یه تابه داری میخوای نقاط اکسترما مطلق به دست بیاری، چی کار میکنی؟ مشتق، بحرانی و مقدار. اگر اون نکاتی که بهت گفتم و یادت رفته، از این تابه باید نسبت به x مشتق بگیری، مساوی صفر قرار بدی. خب میشه منهای 4x به علاوه 88 مساوی صفر، ببر اونور مساوی صفر بذار، تقسیم بر 4 کن، x در میاد 22. خب اینو بنداز تو اصل تابه، یعنی اس ستاره. پس اگر تو این قرار رو بدم، یعنی بیام اینجا به جای xش بذارم عدد 22، به چه عددی میرسیم؟ میشه منفی 2 تا 22 به توان 2 به علاوه 88 ضرب در 22. ساده سازی کنم به 968 میرسم. طرف میگه یادم رفته دیگه، اصلا یادم نیست معادله درجه دوم چی بود. یکی میگه نه آقا، کی گفته یادم رفته، من یادم این معادله درجه دومی هست که دستاش رو به پایینه. نگاه کنید بچه منفیه دیگه، دستاش رو به پایینه. پس اینجا ماکسیموم منه، این نقطه زرده مگه همون نقطه رأس سهمی من نیست؟ رأس سهمی فرمول داشتی که عزیز دلم ایکسش بود منفی بی به روی دو آ، ایگرگش بود منفی دلتا به روی چار آ. تو اگه مقدارشو نمیخوایی، میخوایی اینو به دست بیاری دیگه، اینو حساب کنی دوباره به 968 میرسی. چه یادت باشه چه یادت نباشه به یادت میرسی. اما اینا همش راه یکه، راه دوم چیه؟ نگاه کنید یه تکنیک باحال. ببینید شما اگر دو تا بسته داشتید، بسته یک اوکی به علاوه بسته دو، اصلا هم شبیه هم نیستن، و مقدار بسته یک و دو یک مقدار ثابت باشد، مقدار چی باشه بچه ها؟ ثابت باشه. حاصل ضرب اینها، یعنی این بسته شماره چند؟ یک، و بسته شماره دو، حاصل ضرب اینها، یعنی این ضرب در این، خیلی هم شبیه دارم میکشم، هنگامی ماکسیموم میشه که این دوتا با هم برابر باشن، که این دوتا با هم چی باشن بچه ها؟ برابر باشن. به عنوان مثال، به عنوان مثال الان تو این تست گفته آقای امینی این 2x به علاوه اینم چیه؟ y، مقدارشون شده 88، مقدارشون شده 88. حاصل ضرب اینا یعنی x ضرب در y هنگامی ماکسیموم میشه که این دوتا بسته با هم چی باشن؟ برابر باشن. خب آقای امینی الان این با این اگه برابر بشه بشه 88، یعنی هر بسته 44 دیگه، یعنی ایگرگ تو میشه 44، این بسته تو یعنی 2x تو هم باید بشه 44، پس x تو میشه 22. خب تو چی رو میخواستی؟ مساحت دیگه، مساحت هم یعنی طول ضرب در عرض، یعنی 44 ضرب در 22 که میشه 968. قضیه تمام، فهمیدی چی شد؟ پس اگر دو تا بس این شکلی این تیپی بهت دادن و یه مساحت این شکلی ازت خواستن که x و y باشه، نمیخواد این روش سنتی رو از ابتدا شروع کنی، x در بیاری متغیر یکی بکنی ضرب و این داستان رو بکنی؟ نه آقاجان، بگو این دو تا بعد بشه 88، نصفش کم میشه 44، این بسته 44، این بسته هم 44، ایگرگ چه ایگرگه. اما اینجا 2x، دقت کنید ممکنه 3 4 5 هر چیز ضریبی داشته باشه، این بسته وقتی بشه 44 x میشه 22، x ضرب در ایگرگ خاصه یعنی 44 ضرب در 22 968. تمام، دوزاری افتاد. بریم مثال بعدی. سوال بعدی، سراسری داخل 90 رشته ریاضی.
گفته با توجه به شکل ماکسیموم 3x به علاوه 4y کدوم است؟ بچه دیگه صورت مشخص همینو میخواد. خب همین چند تا متغیر داره؟ دوتا. باید چند تا داشته باشه؟ یه دونه. شکلم که داده یه مرحله دیگه جلوی، فقط یک متغیرش کن مشتق و تمام. خب آقای امینی فیثاغورس رو که میبینی دیگه، میگم بله x2 به علاوه y2 مساوی است با 25 رادیکال 2 به توان 2 که میشه 25 ضرب در 2 میشه 50. پس این و این فیثاغورسش حواست باشه. اینجا من دنبال چی هستم؟ بر حسب y بچه y2 میشه منهای x2 به علاوه 50. یه جذر مختصرم بگیرم که این از بین بره، پس به این صورت میشه رادیکال، میشه رادیکال منهای x2 به علاوه 50. اومدیم قشنگتر بنویسیم بدتر. پس اینو برداشتم بردم این بر، جذر گرفتم و به این صورت تابع من تبدیل شد. خب پس من میرم سراغ آن چیزی که طراح خواسته. طراح گفته 3x به علاوه 4y. خب y هم که اینه، رادیکال منهای x2 به علاوه 50 از این تابع. حالا اگر اسم بذارم، اسمشو من میذارم آ، از این تابع باید نسبت به x مشتق بگیرم و مساوی 0 قرار بدم. بچه مشتق 3x که میشه 3 به علاوه 4 تا، میشه 2 تا رادیکال منهای x2 به علاوه 50 از این مشتق توی صورت میشه منهای 2x. خب ساده سازی ها رو انجام بدیم، این دو رو با این دو بزنم و در نهایت مخرج مشترک بگیرم. مخرج مشترک اینا میشه رادیکال منهای x2 به علاوه 50. بچه یادتون باشه اینجا یه دونه منهای 4x دارم دیگه، پس حواستمون هست که اینجا یه دونه چی داریم؟ منهای 4x. این که تو این ضرب بشه میشه 3 تا رادیکال منهای x2 به علاوه 50. اینجا هم یه دونه منهای 4x دارم، قرار این عبارت مساوی 0 قرار بدم، صورتش مساوی 0 قرار میدم و ساده سازی. خب میشه 3 تا رادیکال منهای x2 به علاوه 50 مساوی است با اونور میره 4x به توان 2 برسونم. بچه دقت کنید روند کار شبیه سوالای قبلیه، فقط مدل سوال عوض شده، یک کوچولو متنوع‌تر شده. این به توان 2 برسه میشه 9، 9 هم تو این ضرب میشه، میشه منهای 9x2، اینم 9، 9 5 تا هم میشه چند؟ 450 تا مساوی. ببینید این به توان 2 شد 9، 9 9 5 تا هم که 45 صفر، اینم به توان 2 میشه 16x2، 16x2. خب چیکارش کنیم؟ راحت تر حل بشه اینو برداریم بیاریم اینور با هم جمع کنیم، 16 تا 9 تا 25 تا x2، اینم میشه چقدر؟ 450 تا. به 25 تقسیمش کنم، اینش که با اینش میره، این یعنی 5 ضرب در 5، اینم یعنی 9 ضرب در 5. خب اینم که با این میره، اینم 90 به 5 که میشه 18 دیگه، درسته؟ 18 50 تا، اینم 40 تا. بله پس بچه x به توان 2 شما هم میشه 18، پس x شما میشه رادیکال 18. رادیکال 18 یعنی 9 ضرب در 2، 9 ضرب در 2 هم یعنی 3، رادیکال 2. محاسبه است همش. خب پس من x همو در آوردم 3 رادیکال 2، اما قرارم چی بود؟ قرارم اینه که این x رو در معادله جدیدم جایگزین بشه. معادله جدید من اگر من اسم اینو میذاشتم آ، اسم اینو میذاشتم آ ستاره، من میرم تو آ ستاره، یعنی تو این قسمت، یه ذره کت شد ببخشید، تو این قسمت و به جای x میذاریم 3 رادیکال 2. خب من تو این عبارت باید بیام به جای x بذارم 3 رادیکال 2، میشه 3 تا 3 رادیکال 2 به علاوه 4 تا،
خب بچه سه رادیکال دو به توان دو برسه میشه 9. 2 9 تا هم میشه 18 تا. یه منفی 18 اینجا دارم به علاوه یه 50 تا هم اینجا میشه چند تا اینجا بچه ها؟ منفی 18 تا، اینم 50 تا میشه 32 تا. خب اگه من اینجا هم 32 در نظر بگیرم، 32 یعنی 16 ضرب در 2 میشه 4 رادیکال 2. اینجا هم 4 رادیکال 2، 4 4 تا هم میشه 16 تا. یه دونه 9 رادیکال 2 اینجا دارم، یه دونه هم 16 رادیکال 2 اینجا دارم، که اینم میشه چند تا بچه ها؟ 25 تا رادیکال 2. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 1. نماشه ببینید روال کلی رو ما توی تیپ تست های شماره 1، کلی تیپ تست داره، فعلا تیپ تست شماره 1 قرار برای شما عزیزان جا بندازیم. تو چند تا مثالی که حل کردیم انشاءالله تیپ تست شماره 1 جا افتاده باشه. تیپ تست های دیگه هم داره که خب گفتم شکل های هندسی رو میکشه وسط، مخروط و نمیدونه استوانه و اینا. یه تیپ تست دیگه هم داره که مبحث هزینه رو میاره وسط. از همشون کلی واسه تون حل میکنم که انشالله درجه 1 متوجه بشین. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید.